آقا پاکستان حریم امنیتی ماست، افغانستان حریم امنیتی ماست، ترکمنستان حریم امنیتی ماست، خزر، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان حریم امنیتی ما هستند، ترکیه، عراق، کویت، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس حریم امنیتی ما هستند. فعل و انفعال در اینجا به امنیت ما مربوطه، بی تفاوت، نمیتوانیم بمانیم، باید تازشی عمل کنیم. اگر یک سرباز آمریکایی در پاکستان مستقر میشه، رئیس جمهورش باید به ما پاسخ بده. زن شما این میاد که مگه به ما جوابم میدن؟ بله، همین ایالات متحده که دیروز توی نجف زده شیعیان علی رو، در کشور علی، در مهد علی، جلوی چشم ماها شهید کرده. همین ایالات متحده 10 سال پیش، 11 سال پیش وقتی میخواست به عراق حمله کنه، از کویت بیرونش کنه، یک نامه فرستاد برای مسئولین جمهوری اسلامی. شما مطمئن باشید که ما به کاظمین، به سامرا، به نجف و به کربلا، به 4 شهر مقدس شما گلوله شلیک نمی کنیم، حتی اگر عراق نیروهاشو ببره اونجا متمرکز کنه. چون می دونستن که اینجا چیزی موضوعیت داره به نام اینکه جهاد، و جهاد رو همه دری از درهای بهشت می دونن، نه اینکه در واقع به عافیت طلبی افتاده باشن و لایه هایی از بیت المال، از چربی بیت المال زیر پوستشون تنیده شده باشه، تو خونه های آنچنانی زندگی کنن، بچه هاشون آنچنانی تفریح کنن و به تبعش عافیت رو انتخاب کرده باشن. و ملغرای جهان اسلام، مرکز تشیع، ساکت میشینه در نجف و کربلای علی، این زمان امویان و عباسیان که بر قبر مطهر حضرت امیر اسب دواندن و بر پیکر مطهر امام حسین علیه السلام اسب دواندن، تانک های اجانب اومانیز، صاحبان اندیشه جامعه مدنی و سیویل سوسایتی و بنیانگذاران هیومن رایتس و حقوق بشر و صاحبان تفکر لیبرال دموکراسی توسط این اندیشه آمدن و با تانک هاشون دارن در همان بستری که اسب های اومویان و عباسیان تاختن دارن میتازن، و ما نه تنها مقابله نمی کنیم در سیاست خارجیمون، بلکه عمیقا شعارهای دروغین اونها رو آوردیم اینجا در عالی ترین سطوح جمهوری اسلامی داریم پیاده میکنیم. اینه که شیعه ایرانی رو، آقا مگه نمیگیم ایران داره ایرانیان؟ آقا پیشکش که برید حزب الله عراق را بندازید، پیشکش که برید حزب الله آذربایجان را بندازید، پیشکش که برید حزب الله ترکمنستان و نمیدونم افغانستان و جای دیگه را بندازید، پیشکش. مگر نمیگید ایران داره ایرانیان؟ چطور یک ایرانی دورگه کانادایی ایرانی میاد در ایران کشته میشه، همه خود و حیثیتش رو پاره میکنه کشور کانادا، و شما در مجلس جمهوری اسلامی سیاه پوش میشید؟ توسط لهستانی‌ها و بلغاری‌ها به شهادت رسیدن توی کربلا، صدای هیچ کس در نیامد. نه سیاست مدار جمهوری اسلامی سفیر لهستان صدا میکنه بگه تو سرباز تو کربلا چه کار میکنه که ایرانی رو شهید کرده؟